رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی با صدور یک قرار به سرایست مولای پایتخت امر داد که در عرفه اید غلبه برای عوضمند گردانی سابقه داران جنگ بزرگ وطنی از بودجه شهر 288,600 سومونی جدا کنند. بر اساس این قرار به هر سابقه دار جنگ 3,000 سومونی و به آنهایی که در سالهای 1941-1945 در عقبگاه کارنمای نشان دادند، همچنین به مایوبان جنگ افغانستان و جنگهای دیگر، مایوبان صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و اویلههایی که سرابان آنها انگام حمایه ساخت کنستیتوسیونی حلو گردیدند، به هر کدام 800 سومونی داده می شود. به مسئولان شهرداری امر شده است تا این توفه ها را نه دیرتر از 7 می به سابقه داران برسانند. اید غلبه در تاجیکستان روز 9 می تجلیل می شود. این روز در تقویم همچون روز استراحت اعلان شده است. کاتب مسئول شورای سابقه داران جنگ و مهنت تاجیکستان المراد تورسونوف به خبرگزاری اوستا گفت که این هامور اولت تا 12 اپریل سال 2022 است. ماه اپریل سال 2021 شماره سابقه داران جنگ دویم جهانی در تاجیکستان 98 نفر بود. در یک سال آخر با 39 نفر آنها ترک دنیا کردند. بنا به اطلاع تورسونوف در شهر دوشنبه 9 سابقه دار جنگ بزرگ وطنی باقی مانده، 19 وترن در ولایت سوخت، 18 نفر در ولایت ختلان به سر میبرند. همین طور در شهرینو و ایسور 3 نفری، در تورسونزوده و ورزوب 2 نفری، در نویه سنگوار، فیض‌آباد و رودکی همگی 1 نفری از سابقه داران جنگ باقی ماندند. بنا به اطلاع منبع اوستا، ویتران اعظم کلانسال جنگ بزرگ وطنی رشید کریم مفسکی 9 می سال 1912 به دنیا آمده، 9 می سال 2022 در روز عید غلبه به سن 110 می رسد. ویتران از همه جوانترین رجب قربانوف از نویه سنگوار 96 سال دارد. در جبهه های جنگ بزرگ وطنی به ضد آلمان فاشیستی حدود 300,000 نفر از ساکنان و زودگان تاجیکستان جنگیدند. از این شمار 92,000 نفر در جنگ کشته یا به نام نشان شدند. 65 تن از زادگان تاجیکستان برای کارنمایی هایشان در جنگ بزرگ وطنی سزاوار عنوان قهرمان اتحاد شوروی گردیده، 15 نفر سزاوار ارث درجه اردن سلاوه شدند. 10,000 وترن دیگر هم از جنگ بزرگ وطنی به تاجیکستان با سر سینه پر از اردن و مدال و بدن پر از جراحات برگشتند.